مادر بزرگی بخ از دست احترام جون ناراحت نشینا. چه سرده فراد جان، اون کت احترام جون رو براشون میاری. ببخشید چه اجبوری خانم، کت احترام جون. احترام جون میان برقون پیش من تنها نمونم. بله بله، دخترم احترام غمخوار عروسشه. ببخشید چند تا لقمه نان درست کردم برای توراتان. که غذای توراه نخونه، غذای توراه قابل اعتماد نیست. پرنده وقتی جوجهش به دنیا میاره تا وقتی او جوجه بال و پر نداره اونو متعلق به خودش میدانه، ولی وقتی که بال و پر در آورده که وقت پروازشه. مادر من کفتر نیستم، من اسمم احترامه. یه جوری میگی انگار من میخوام بال و پر بکشم برم به اقصی نقاط دور. تو رو جد مادرت خودتو ناراحت نکن، بهت بر نخوره. دعوا و قصه های شما مگه میذاره به من چیزی بر بخوره؟ داد بیداد، داد بیداد. میدونستم اگه این دیوونه بفهمه میتینگ را میندازه. اول فصل تو خبرش کردی عمه جون؟ عمه جون به خدا نمیشد بهش نگم، باید بهش میگفتم. اگه وقت میومد دیدید شما نیستین، میومد میدید شما رفتین، جاتون خالیه، به خدا 100 تا میتینگ سر ما در میورد بیشتر از 10 روز. از فریاد و داد و آه و ناله و داد زدن سر اون زن بیچاره و سرعت رفتن با ماشین و خودزنی، همه چی گرفته تا الی آخر. گفتم بهش یه هرش بیاد میتینگشو تموم کنه بره قضیه تموم شه خلاص. به خدا من نگران اعصاب اینا، اعصاب اون زن بدبختش منیژه. من اصلا به خاطر اون بهش گفتم. به خدا خوان ابتدا باید رو جنازه بر رچی منیشه. برو اون چاقو گنده رو بردار که ابتدا خودم تبدیل به جنازه بکن تو خواهر بتونه رچه. میبینی احترام خانو نمیذاره واسه رفتن شما مثل آدم قصه بخورم، نمیذاره یه دوتو چیکی عشق بریزم. به خدا از خجالتمه، از خجالتمه واسه این حرکات جون شما پوری خانم، آقا فرازی، آقا ناصر، نه از خسته رفتنتون که. آره من مایه این رنگم، اما همین مایه این رنگ نمیذاره خواهرش از این در بره بیرون. ببینم من میخوام برم بمیرم. نه میخوام برم خبر مرگمو بیارن. نه تو مشنونی؟ نه دیوونه ای؟ نه پس این کارا چیه میکنی مرد که اشتر؟ نه بابا میری دیگه نمیاد. بابا میری دیگه نمیبینی من. بابا میری دیگه راهو نمیدی. بابا یکی ما قیافه میام یکی شما محل نمیذارید، همین دوتا رو هم میشه 100 سال. خواهر نمیذارم بریم. خواهر اگه از این در بری بیرون همه چی دوباره میشه مثل اولش. ده روز بی خواهر میشه، سرم بی خواهر شوهر میشه، بچم بی عمه میشه. خواهر فکر کن برای اون اتاق اون چهار تا آجر میجمع. ببخشی خواهر، شما بیا بمون، من اصلا اون اتاقو نمیخوام. خواهر چرا؟ کسی چیزی گفته؟ توی شده من حرف بدی زده؟ اصلا دیگه برو کنار. نمیذارم بکن از ها رو بسه بکن. تو چه بدبختی که دلشو به من خوش کردی. ای وای آقا فرازی داده دم این تاوانی نگه داریم، من واسه تو راه مونه خرید بکنم. نمیخواد مادر. پس یه لحظه اجازه بده. ساعت
سلام علیکم. سلام علیکم. شب بخیر. سلام علیکم. شما خوبه؟ یه لحظه تشریف میری؟ نه خوب نیستم. چه خوبی مادر، تو خوبی؟ من هم بخوبم. چای خشک و شکر پنیر، دو سیرم از اون تخم هندوونه بهم بده. کوری جان عزیزم، من برمیگردم باغ. ایوا چی شد؟ آدم خوب نیست برای مادرش قیافه بگیره. بابا شما به هوای من داشتین میومدین. آره عزیزم، رو لج و لجبازی با مادرم بود. تو هم با ناصری تنها که نیستی دخترم، بی خود بهونه گیری هم نکن عزیزم. جمشید اهل زن خارجی بگیر نیست. من از همینجا میرم بهش زنگ میزنم، میگم بیشتر بزنه بچهش سر بزنه. دلم نمیاد مادرمو تنها بذارم. مواظب خودت باش عزیزم، خیلی دوستت دارم. قربونت برم. چه وضعش آقای؟ شب نخوابیدم و دست ساز کشیدم تا تو که به تو خوش گذرم. ای گل من، خارچه یه چه روزگاری برای خودت دارم. ننت بمیره این روزگاری نبیم. ای خدا یار تو را باز رسید شد همه چیزی ببین تر میدارم. سلام. سلام، خوش اومدی. به سلامتی. صبح اول صبحی کجا؟ داریم میریم خیاطی پشتیبانی. وقت یعنی چی؟ خانما میشینن اونجا برای پشتیبانی که لباس میدوزن. بله میریم پشتیبانی خواهران، یه روز زمیون میریم تقریبا. خب منم میام. باشه بفرما. خوش اومدی فرا جان. اساس منو ببر بذار تو اتاق مامانم. به بهروزم بگو کارگرا رو رد نکنه، بیاد با شولت ما رو بذاره دم پشتیبانی. بودو بسرم. چشم. بودو باری کلا. ببخشی من. خیلی خوش. سلام. سلام. حالتون خوبه؟ ممنون. ببخشی. مادر قربانی تو بره. حالا من کباب نخوردم. تو باید برنجی. خب مادر یه اتفاق افتاد، عصبی بودم. دست خودم که ببخشید دایی. مامان احترام گفتن دیگه لازم نیست کارگرها رو مرخص کنی. شنیدم. در ضمن گفتم با شولت برسونیدشون پشتیبانی. شنیدم. خوشحال شدین؟ میکشی؟ نه نه، من اهل دخانیات نیستم. خیلی شولین. شول. شول. فراس. جانم دل. خراب بودم. نه مادر بزرگ. له. اونجا میشینیم کمک میکنی. بیدازه بیدازه. بعد شد وقتی دیدم احترام شال و کلا کردی که بره. اما الان خیلی خوشحال. خب خدا رو شکر. فراز. جانم دی. خوب گوش کن. من میخوام حالا همه رو با هم آشتی بدم. احترام و با محترم. احترام با بیژن. اصلا من خودم هم میخوام با بهزاد آشتی کنم. دایی ما هممون درستی، فقط زیاد اشتباه میکنیم دایی، زیاد.
دایی من باید برم به خاطر اینکه پوری عروس و ناصر تو کوچه منتظرن. برو عزیزم، برو دایی، برو قربونت برم. گینجا جانم ده فراز پیش من بیا، یعنی همه تون بیاید. بالاخره اینجا یه نون و بوقلمونی، یه نون و پنیری توی خونه پیدا میشه که دور هم بزنیم تو رگ. میای؟ بله بله. برو داری منتظرم. چشم با اجاز. چشی تر کردی بهروز جونم خواهر. چند روزی که با مینیبوس کار نکردم، نمیتونم که بلندشم بیفتم برم دنبال آنتن. شما یه چند صبر کنیم، من میرم پشت شهرداری یه آنتن میخرم میارم. اصلا نشد میرم خونم، آنتن خونم میکرم هم میرم میارم. عباس آقا ما که راضی نیستیم شما به خاطر یه آنتن بری زیر موشک. نه بابا، یه سیم میزنیم پشت تلویزیون وصل میکنیم درشو به این میله چیزی حلش میکنیم دیگه. نه من میرم یه آنتن رو به هم دارم میارم. نه بابا نمیخواد. نه باید برم آنتن رو بیارمش. بابا نمیخواد، من رادیو گوش میکنم. برم شیرین یه بار دیگه گفت بذار برم مجبورش میکنیم برم. عباس آقا گوش کن، حرف این دختر رو گوش کن. دیدی بیدار جان، خودم با چینو هول میدم تک و تنهایی هم خودم میرونم. سلام، سلام شما. سلام این برا همی جون، اومدم دنبال شهاب با هم دیگه بریم دنبال آنتن، یا آنتن پیدا کنیم بری باغ. شهاب
اون دستکشا منو بیار. این ساسات پیکان خراب شده. اون وقت محترم با موتور شهاب رفتن دنبال تلویزیون. تلویزیون برای چی؟ تلویزیون بخره برای استفاده عموم اهالی اینجا. پشترش میگم ها، جلو دخترش هم میگم، مثلا روبروش هم میگم، زن مهربونیه. وگرنه من باش ازدواج نمیکردم. امیر جون من طاقت بیمهری رو ندارم. این محبت غذای روح منه. این زیبایی یعنی محبت ها؟ زیبایی که همش به اسباب صورت و قد قواره که نیستش. زیبایی به اخلاقم هست. صورت ریخت و ریز داره اما اخلاق ریخت و ریز نداره. صدا سیما؟ اصلا سیما اومدن؟ الان ربع ساعت اومدن. خوشحق رو ببخشید من الان میام. آره شناختی؟ مجید تلویزیون شب دو. آره سلام خانم گلکار. دست شما درد نکنه خانم گلکار. شما که یخ دارید خانم. یخ میکنم. اشکالی نداره که وظیفه باید انجام بدم. به هر حال ما از شما و حاجاتون تشکر میکنیم به خاطر قبول زحمت و هزینه‌ای که کردید. اصلا تشکرم لازم نداره. پول مال همین موقع است دیگه. اینم وظیفه‌شه. من که کاری نکردم. چادرم برای تلویزیون در نظر گرفته شده. بله. خیلی کار خوبی کردید. بچه‌ها نگاه کنید این تلویزیون سه تا رنگ داره. زرد و آبی و قرمز. زرد نه، سبز. سبز و آبی و قرمز که میشه آر بی جی. و این رنگ با هم دیگه فیلمبرداریه. بله میتونم یه چند لحظه وقت بدید من مصاحبه بگیرم؟ بله. بینندگان عزیز، ما الان در حال گفتگو با خواهر محترمی هستیم که داوطلبانه با تحمل سرمایه زیاد یک دستگاه تلویزیون تهیه کردن تا عالی مکان از اون استفاده بکنن. خانم ماجرای این تلویزیون چیه؟ اولا خیلی هم سرد نبود. سرد که هست خانم گلکار. هست ولی بدن انسان اول سرد میشه بعد عادت میکنه. بله درست میفرمایید. بدن انسان یه سیستمی داره که در برابر بذار بگم دومن من از زندگی در اینجا خیلی راضی هستم. ما اینجا خیلی همه با هم خوبیم، دور هم جمعیم. میدونید مادر من همین دوروبر یه باغ داره. خواهر برادرام هم اونجا هستن. پس چرا شما اونجا نیستی؟ اجازه بدی میگم. بیرو درواسی بیرو درواسی اینجا راحت ترم. اینقدر که اینجا دور هم با این اهالی با هم خوبیم اونجا نیستی. حالا به یه سری دلایل شخصی. البته ما خواهر برادرها خیلی با هم خوبیم ها. نه که دشمن یه موقع اینو ببینه بخواد سوء استفاده بکنه. بیرو درواسی بیرو درواسی غلط میکنه کسی بخواد سوء استفاده بکنه. بله بله صدام گفته که میخواد حملاتش رو تشدید بکنه. بیرو درواسی غلط کرده. بله. نگاه نکن ما اینجا الان اومدیم خونمون نیستیم. احتیاط رو رعایت کردیم. اینجا این پناهگاه سر کوچه‌مون میمونه. حالا گیریم یه ذره دورتر. اما هنوز تو مملکت خودمونیم. همین دیروز پسر این اتاق طبقه بالایی رفت جبهه. دوماد داداش خودم 3-4 روز پیش رفت جبهه. بچه‌ها تو جبهه جواب زرزرای صدامو میدن. ما پشت جبهه حواسمون هست. اینجا پشت جبهه هست. ما خودمون برای خودمون پشتیبانی داریم، کار میکنیم.
بیرو درواسی، بیرو درواسی، سو استفاده چیان باید برن قاز بچرونن چون چیزی گیرشون نمیاد. من تشکر میکنم خانم، خیلی زحمت کشیدی، ممنونم. چون برقره چهار تا قاز رو میتونن عمل بیارن، اما از سو استفاده هیچی عمل نمیاد. خوبیم که از نسل بهاران هستیم، پاکیم که از تبار باران هستیم. دور است ما تن به مذلت دادن، ما وارث خون سربداران هستیم. مشکل این بچه دبستانی های ما چی میشه پس؟ خب اینم بگین دیگه. من پیگیر مشکل تحصیل بچه های دبستانی شما هستم خانم. بابا این بنده خدا رو جون به سرش نکنین انقدر. وظیفه‌ش مشکل شما رو حل کنه، حل میکنه. اما آدم که نباید بیاد غم و غصه‌ش رو راست راست تو دوربین جلو چش عالم آدم بگه که. خانم ببخشید هوشن، اون شعره رو بخون. کدومو؟ همون با معنیه. درد ستانی کن و درماندهی تا. نه نه این نه نه، اون که آدم نباید غم و غصه و مشکلی ناشو بود. بگو. خدا رحمتت کنه سعدی. بگو. مگو هیچ اندوه خیش با دشمنان که لاحول گویند شادی کنان. باشه دست در نکنه، واقعا شعبنده با باشه بکنه. ما نکی با آنتن نیاز داریم توی باغ، برای همین گفتم هم دیرم برای تو تنگ شده ببینم تو همین که با هم دیگه با موتورتون بریم آنتن بگیم. باشه آقا خواهش میکنم، این حرفا چیه؟ دست در نکنه. آقا حالا جایی رو میشته تو آنتن داشته باشه؟ یه سمساری هست، حالا بریم اونجا ایشالله که داره. امیدوارم. باشا بابا دست در نکن، به خدا شرمندم زحمت دادیم. قربونت هم خواهش میکنم. باشا اما توی بار رسانه های گروهی من جمله تلویزیون خیلی احتیاج داریم، به خدا جدی میگم. این آنتن 70 تومن پولشه، خودتون دارین با چشم خودتون میبینی با چه بدبختی دارم میارمش پایین. اگه آوردمش پایین بگی نمیخوام عصبی میشم. آن نه بیاینش موازه باش، موازه نشکنم. مامان باقی گلکاری یواشه. حالا فوقش هم اگه که آوردیم فعلا یه چیز امانت میذاریم پیش شما و برمیگردیم پولتون رو بهتون میدیم. آها شاب یه شال کلاهتو بگیر. ببینید من شده لباس تنمو گره بذارم، باید با آنتن برگردم خونه. باید با آنتن برگردم خونه. بذارم اونجا، بذارم اونجا. دست شما در نکن. بفشم آنتن. این آنتن میدونم آنتنه، ما که تلویزیون نداریم. تو چکه بودم اگه آنتن بگیرم بیارم تلویزیون بعدش میاد. کجا زمینه مامان؟ سر من از کجا آوردی؟ کاپشنت کو؟ سلام آموز خوی، از سمساری گرفتم اینو. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام هستین. رو تو کن به من ببینم اینا از کجا خریدی؟ چند خریدی؟ لابو 200 تومن پولشو دادی. نه بابا دست دوم 200 تومن چیه؟ اول یارو میگفت 70 تومن، بعد با شهاب رفتی چونه زنی گفت 60 تومن. منم 60 تومن نداشتم، 30 تومن داشتم بهش دادم. بعد کاپشن و کارت دانش آموزی و ساعت دوستان گرو گذاشتیم پیشم. کارت مدرسه و نمیدم کاپشن تو ساعت تو گذاشتی برای 30 تومن؟ خب برای همینه لختی، سرما میخوری دیوونه روانی. بابا 30 تومن بقیهشو بابا میده دیگه. بیا برو تو. بعد کارت و همه چی هم میگیریم ازش دوباره. بیا برو تو. خب بابا فوقش پسش میدیم دیگه، حالا مگه چی شد؟ برو تو. مشکل تو پوله دیگه، اینو بگی.
بیا بیا طفل دیوانه من بیا سرمان بخوری کتش داده کیسه توتون گرفته برم سلام این آنتن مال شماست سلام دارم خونسر شما خواستی بینه هم در خانم بینه مادم چقدر دل من دعا میکنه مام بزرگم بهم میگه طفل دیوانه من کلا اینجا آنتن خریدن مساویس با دیوانه بودن آدو مساوی بدو بدو مساویس خیلی خوب نمک نریز کاپیشنشو گرو گذاشته ای بابا کارا میکنی ها حالا ایبی نداره آنتن رو من از شما میخری اشتاستم خیلی دوشم چی؟ فوقش 10 تومن سود کردی دیگه ایبی نداره نه شرکی و شرکتی استفاده میکنیم میشه با یه آنتن چند تا تلویزیون استفاده کرد منو که خانواده میشه شریکی 35 تومن خانواده ما الان 30 تومن شده خب 5 تومنش میمونه خانواده شما همون 35 تومن
وای آقا جون، کارتو انجام بده. همینجوری داری منو نگاه میکنه. ما اینجا بوق نیستیم. یه چایی رو 3 ساعته داری طولش میدی. عمو اوستا نخور، منو نگاه کن. عمو باز داره میگه بله. میگم کارتو انجام بده. کار کردو بکش بکار. های بابا، وای وایستاد برو برو منو نگاه میکنه. این آجرا رو همه را جلو دست با جمع کن بابا. عمو عمو برش آوردی. عمو خواستم قله مقدار آجر ازت بگیرم. عمو برس واسه این سوراخ روی دیوار اتاق عباس آقا هستش، مال جلو اونو بگیرم. بردم الان بیا اینجا، بیا اینجا. بله بیا گوشه تو بیا جلو بگم. بیا اینم آجر بارم اینیم بابا، خدا روزی تو یه جا دیگه حواله کنه. برو تو نزدمه. باشه بابا باز بخواه خودشیری میکنی با... چیو نگاه میکنی؟ آجر وردار ببر اون ور. نامرد لا اله الا الله. لازم نیرو من چادر جمع کردم. برو ببینم عزیز دل من. برو خیلی نامردی. ادامه تولد خودت رو نامردی. خب یا الله عباس آقا، عباس آقا یه دقیقه میای. سلام عباس آقا. سلام عباس آقا، من اولش به نظرم رسید که این سوراخه رو بگیرمش، بعد یهو به فکرم رسید که به جای این سوراخ پنجره درست کنیم. ها حالا هرچی خودتون میدونید. شب بخیر. از وقتی که اومدی اینجا ترک تاثیر کردی مرد حسابی. خب بیا بریم مدرسه اینجا دیگه. مگه میشه؟ دارم اگه مدرسه. معلومه که میشه. بگو یادم نبود. نه را خدا شاید جون اون اینجا هم اوزام در هم بر هم همه فامیلا هم اومدن اینجا و ایش کنم بچه هم الان به فکر مدرسه نیستن، همه مثل من هم میش میگم. و شما چون که خونت تو مدرسه هست، مدرسه جلو چشاتونه، یادتون نمیره. بس برو مدرسه رو یاد بچه ها بنداز خبرشون کن. خودت هم دو بعد از ظهر بیا خونه ما، یا اینکه من میام دنبالت، ما هم بریم 6 کیلومتر پایین‌تر تو دبیرستان اسم بنویسیم. مدرسه 6 کیلومتر برتره؟ آره دیگه. مدرسه بخش پایینه. دبیرستان اینجا که شده خونه جنگ زده ها. محلی‌ها دبیرستانیای جنگ زده هم همه میرن اونجا. صبح دخترونه است، بعد از ظهر پسرونه. ما بعد از ظهری. پس من میام دنبال ساعت 2 که بریم تا سه اسم بنویسیم برگردیم. شب جون بیا بریم داخل صبحونه بخوریم. تعارف می‌کنی؟ حالا هم برو مدرسه رو یاد بچه ها بنداز خبرشون کن. هندلشون بره؟ نه این بره. بسش کنم. دمت کنم با یه هندل روشنش کرده توی سرمون. نمیشه که. نمیشه؟ من اینجا چونه نشستم. بذارم. شب باشیز.
بله امیرم. صبح شما بخیر. سلام، صبحت بخیر. زیاد مزاحمتون نمیشم، شیخ خانم هستم؟ کاری داری به من بگو اگه میشه. بله بله میشه گفت، چرا نمیشه گفت. ببینید الان دوست اومد دم در خونمو دنبالم، گفتش که مدرسه اینجا شده خونه جنگ زده ها. حالا مدرسه که ما میتون... نمیشه خود شیخ خانمو صدا کنید بیان اینجا، چون ممکنه یه سری سوالات توی مغزشون ایجاد بشه که فقط توی ذهن خودشونه. من رفتم دقیق تحقیق کردم، اگه خودشون باشن خیلی بهتر هستن ایشون. نه نیست. کجا رفتن؟ تهران. صبح عباس آقا رفته مدرسه. این تهران رفتن؟ نه بابا، یه دبیرستان همین اطراف 6 کیلومتری اینجاست. صبح دخترونه است، بعد از اون پسرونه. باشه باشه، خیلی ممنون. دستت درد نکنه. خیلی ممنون امیر. بله بله. سب کن ببینم در خورانه ی اتاق عباس آقا چه کار داشتی؟ هیچی بابا، دوستم اومده بود میخواست مدرسه رو یادم بندازم. منم گفتم بیا مدرسه رو یاد همه بچه های اینجا بندازم. میخواستم یاد اینا هم بندازم، اینا خودشون یادشون بود. صبح رفتم مدرسه. پس برو به بقیه هم بگو. باشه میگم. چش باشه. اول برو در خانه عمه محترمت به رضا بگو. اون رضا رو ولش کن، تو رو خدا، خودش میدونه. مادر جان، یا میدونی یا نمیدونی، تو بری یا برش میکنه اگرم میدونی. بله بله، حرفتو کاملا منطقی. موضوع به شهناز و شهرام هم باید بگی. موضوع گونه اگه درست خانه کلن فرقی ندارم. عزیز من میگم برو برو، هی تعیین تکلیف برای من نکن. همه باید درس بخونن، فضولی به تو نیامد. بله چشم چشم باشه. من درس نمیخونم، اگه 10 تا مدرسه هم بزنن بازم درس نمیخونم. بعد من همه کتابامو ریختم دور. ببین، اولا که تو خیلی بیجا کردی، دوما بلندشو بیا ببینم. بیا. چیه؟ بلندشو. خیلی خوب همین. ببین، از این یاد بگیر، این دو ساله تنبل رفوزه انقدر آدم بوده که رفته پرسجو کرده ببینه مدرسه کجا وا شده، بعدم انقدر آدم بوده که اومده به تو بگه. فهمیدی؟ به من چه که این درس میخونه یا نمیخونه؟ من درس نمیخونم. تو هم بیخود باشدی اومدی اینجا به ما خبر دادی آرامش ما رو به هم ریختی. آه بیشور فضول، تو همه چی دخالت میکنه. ببخشید آن، ببخشید. میخواین درس بخونین، میخواین درس نخونین. مامان بازاری گفتش بیام بهتون بگم که مدرسه باز شده. حالا میخواین بیاین میخواین نیاین. گفت باید به همه بگم اینو. منم زوری باید پاشم برم مدرسه جنگ زده پیش همه محترم به بچه‌هاش بگم اینو. مثلا اومدی کمک کنی بعدا فوش خوردیم. آخه ببخشید. خوش آمدید. بفرمید چادر اجتماعات، چادر تلویزیون. بفرمید چادر اجتماعات، چادر تلویزیون. خوش آمدید. بفرمید چادر اجتماعات، چادر تلویزیون. بله بله بله. بفرمید. خوش آمدید. بفرمید چادر اجتماعات. بنده رفتم اداره موضوع رو گزارش بدم، بگم ما هنوز اینجا علی‌رغم همه تلاشایی که کردیم بیرو درواسی یه کمبودهایی داریم. دیدم توی اداره هم نگرانی ها مثل نگرانی های ماست. مسئله تحصیل جوان های دبیرستانی جنگ زده این بخش، چه دختر خانوم ها و چه آقا پسر ها، که تکلیفشون روشنه. دبیرستان اینجا شده منزل شما عزیزان. پس جوان های دبیرستان سوری، ما برمیگردیم میریم تهران. نگران تحصیل بچه‌مون نباش، اون میره تهران مدرسه خودش، نه اینجا. هستیم حالا فعلا، فهمیدی؟ هستیم نیستیم.
الان هم بی خودی گوش میدم. جوانهای دبیرستانی باید برن دبیرستان بخش همجوار این بخش. بله همین مطلب آقای مدیر فرمودن. 6 کیلومتر اوورتر یه دبیرستان صبح دختران است. بعد از اون راست میراست میگم منم قرار بدم اونجا اسم نویسی کنم. بچه‌ی من دبستانی دبیرستان. بله همینطوره. آخه خودتون گفتش که مثلا که شما نمیمونی قرار بری تهران. گفتم فعلا سوکه خوش بسونم چی میگه. بخش خودمون پذیرای محصلهای راهنمایی شما عزیزان شدیم. میمونه دبستان. عزیزان من تعداد بچه‌های دبستانی جنگ زده این بخش چه اونهایی که اینجا ساکن شدن و چه اونهایی که در خانه های شخصی ساکن شدن واقعا زیاده. دبستان این بخش با نهایت ظرفیت داره کار میکنه. پس من این بچه رو چیکار کنم؟ الحمدلله اجازه بدین. مسیح دوره مانی میتونه بچه ما رو بفرسته. اجازه بدین. الحمدلله تعداد بچه های دبستانی بالای ظرفیت بیشتر از 20 نفر نیست فعلا. الحمدلله همشون اول و دوم دبستان هستن. این مدرسه دو تا اتاق داره که پر اساسه که یکیش آزمایشگاهه که گوشه حیاته، یکیش هم انبار اساسیه دفتر مدرسه است. یه دو روز به من فرصت بدید تا من این اساس رو خالی کنم و یک نقطه ای رو برای انتقال اساسیه مشخص کنم. توکل به خدا آموزگار اول و دوم دبستان رو برای دو روز دیگه قول نمیدم. اما به روی شهید سلمانیان چشم به راحتی به روی هم نمیذارم تا این گرفتاری رو حلش نکنم. صلوات محمد آل محمد. انشالله مسئله آموزگار حل میشه. دو تا آموزگار چیزی نیست، بالاخره پیدا میشه. سلام آقا. آقا ما رو یادتون میاد؟ من بچه برادر خانم گلکارم که این تلویزیون رو براتون آورد. که صدا سیمایی اومدن باشون مصاحبه کردن. من شنیدم یه گوسفندم اینجا کشتن. راستش من همونیم که روز اول اومدم واسه خانواده اتاق بگیرم. تو برای من میدید. بگی برو. اومدم برای خانواده یه اتاق بگیرم. یا تو اومد؟ اصل حرفتو بزن. تو پوشوت کردن نذاشتن اصلا مطلب رو بگم. آقا ما فکر می‌کنیم که بتونیم در زمینه آموزگاری کمکی به شما بکنیم. چه کمکی؟ معلم سراغ داری؟ بله آقا. یکی خانم است که واقعا استثنائیه، یکیش هم خودم. استغفرالله. ببین اگه می‌خوای کمک کنیم موقع خالی کردن آزمایشگاه بیا کمک کن. باشه. آقا اون موقع هم میایم، اما صحبت‌های ما رو جدی بگیرید. ببینید من اون خانمی که صحبتشو می‌کنم واقعا می‌تونیم معلم باشیم. از خودم که درست نیست تعریف کنم، اما خانمی که همسن من هستم واقعا فوق العاده استثنائیه. آقا آوردیم. دست درد نکنه. بیارش. مورد باش. بیارش. بذارش بالا. خب بچرخونش. دست درد نکنه. آقا از ما امتحان بگیرید. خب ناراحتی نداره که. مطمئن باشی تو از منطقه آموزگار بیاد با ما کارتون راه میفته. من تا غروب اینجا، هر وقت اومدی بیا پیشم ازت امتحان میگیرم. آقا دست شما در نکن، شما واقعا آدمی هستی که آموزش پرورش باید قدرتون رو بدونه، چون به جوونا بها میدید. گفتی برادرزاده خانم گلکار هستی؟ بله آقا. پس اسم فامیلت گلکاره؟ بله آقا گلکار، امیر محمد گلکار. علی محمد گلکار. برو همون موقع که گفتم بیا. یعنی اصلی دیگه ها؟ بله برو اصلی بیا جانم برو. تو قرار بود دو بعد از ظهر بیایی، نه الان بعدم قرار بود من بیام دنبالت. آخه من میرفتم پسر عمم رضا بگفتم که بیاد برای مسی ثبت نام کنم. اون موضوع بیان گفت برو به اونم بگو. وای وای یادم رفت. همینجون دست در نکن، اومدی گفتی بعد از ظهر بیا با عمم ثبت نام کنم. من امروز نمیتونم بیام، باید برم پیش مدیر مدرسه. سلام شیخ. من امروز نمیتونم بیام، باید برم پیش مدیر مدرسه بخوام ازم امتحان بگیرم واسه معلم شدن. معلم شدن چیه؟ البته در اصل آموزگار شدم واسه بچهای این خانواده هستم اومدن. من سایه دیگه جا نداشتم، میخوام اینجا کلاس برگزار کنم. بعد تو قرار معلم شی؟ آره دیگه. بعد فکر میکنی که قبول شی؟ چرا که نه.
همینجون برو برو به مامان و بابات اینا هم سلام برسون. برو. ناراحت شدی؟ همینجون من از حرف ابتکاری و مسخره هرس میخورم. مدیر خیلی جمعه داشت تعاملت کرده ولی من اعصابم خورد میشه. برو برو سلام برسون. خدافظ. خدافظ. سلام بزرگ. سلام. صبح بخیر. سمیش سرزده وارد مشو. میکره حمام نیست بسیار خوبه من. آخر تو مگه با من صحبت نکردی؟ مگه قرار ما نشد اتاق آهنی بالا باشی؟ مگه قرار نشد از نردبان استفاده کنی با پای مبارکت بری بالا؟ برای اتاق شما اف اف وصل کردن، اینم وصل میشه برای من عزیزم. بعد یه دکمه میزنی آه آسوده با من صحبت میکنی. باشه بابا باشه، شما هی هزار دفعه نگید برو بالا دیگه. خودتو میدونی من عاشق اتاق آهنی ام. بله اولو باشه خانم، کار دارم آخه. باشه اینا خانم چه کار داری؟ آخر من اون آموزگار مدرسه جنگ زدا باشه. خوام برم بهش پیشنهاد آموزگار شدن بدم. با مدیر مدرسه هم هماهنگ کرد. آموزگار بشین. شهری که مرد پیدا نشه به بز میگن اوستا امیر. آموزگار بشین. بله آموزگار بشین. خودشو از ما خواستن. الان میخوام برم پیش شیر خانم بهش بگم بیاد به مدرسه آموزگار بشه امتحان بده. مثل که یادت رفته شیرین خانم مدرسه است. آها. حواسم رو. ما اومدم بهت بگیم که رفتم مدرسه با مدیر صحبت کردم، گفتن که من تو میخواییم با هم معلم باشیم. نشد که. نه با ادب‌تر باش، با ادب‌تر. خب باش. نه باش. باش من خواستم با شما در مورد آموزگاری صحبت کنم. خب تو ببخشید یه سوال داشتم. خواستم اونا شما چرا آخه همش با آدم دعوا دارین ها؟ چرا؟ ای بابا تو خودو فکر نکنی من رفتم آنتن خریدم که با شما خودمونی بشم ها. نه اتفاقا شما سهمتون از پول آنتن هم دادید همه رو، هیچ منتی هم سرتون نیست. ای بابا چرا همه چی پیدا میشه لانتن؟ نکنم درست اصلا خیلی خوب منو محل نمیذارین ها. اصلا درستش همینه. اصلا من به نظرم شما نباید اصلا منو آدم حساب کنین. اصلا فکر کنم شما باید به من فوشم بدین. بشی خب ساعت 3 بعد از ظهر راه بیفتیم بریم مدرسه با مدیر صحبت کنیم واسه آموزگار شدن، که بلکه بتونیم مشکل این مردم رو حل کنیم. به هر حال ما وقتمون تلف کنیم شیخ خانم. من که ظهری هم صبح میرم آموزگار بشم، شما هم صبحید بعد از ظهر میتونید آموزگار بشید. خب واقعیتش اینه که شیخ خانم من نمیخوام شما محروم کنم. صبح بالاخره جزء عمر آدمه. مثلا صبحم چیکار کنم؟ مثلا بشم با شهرام بچه‌مو بجن آتاری بازی کنم که چی؟ مثلا آخرش که چی؟ مثلا گیری 500 هزار امتیازم گرفتم. واقعا چی میشه آخرش؟ من شغل آموزگاری.
آموزگاری علم خود آدم تقویت میکنه. برای این بچه‌ها با آموزگار احتیاج دارن و ما باید این مسئولیت بپذیریم. شما خانم می‌بینی؟ من بعد با مادرم صحبت کنم ازش اجازه بگیرم. من باید برم. با این همه سواد شعور خدافیز کردم نداره. میبینی امیر خان؟ میبینی چه آدمیه؟ زیاد که بهش رو بدی همینه. خدافیزی که هیچ، سلام هم نمی کنه. اصلا زیاد مهربون باشی همین. ببین تو باید از بعد یه آدم با جذبه ای باشی، محلش نذاری. آره. ولی تو هم باید با ادب باشی. نمیشه که من مهربون نباشم که تو روز زیاد نشه. نمیشه دیگه. آدم نیستی تو. ببین اگه یه بار دیگه این کاروش تعمل کنی به جان خودم حال تو رو میگیرم. ببین حالا خب بابا تو هم ادب داشته باشی. بابا خدافظی بلد باش. خدافظی ادب آدمو نشون میده. فهم خدافظی داشته باشی. نفهم دیگه محلش نمیذارم. دیوانه جواب خدافظی تو نداد. میدونی یعنی چی؟ دیگه محلش نذارم. چون نفهمی دیگه محلت نمیذارم. حالا ببین نفهم. نفهم. حالا خوبه جلو کسی نبا. نفهم. خب تو سرت هم بیرم. بله امیر جان، ساعت 3 پایین باش. رفتم با همدم خانم برای امتحان آموزگار شدنه تو شیرین صحبت کردم. اما بهروزتم با اونم صحبت کردم. ساعت 3 همدم پایین باشا. بهروز تو شیرین بیرسانی دبیرستان. یه ساعت بعدش هم میاد دنبالتان. دوباره برتن میگردانه باغ که اگه لایق باشین آموزگار میشین. بهروز سرت ببرین کپسول پر کن. چته کریم اگه چیه؟ قر میزنی چی شده؟ تو برگشتی شام نمیخوای؟ نمیخوام. خب این امیر و این شیرین رو بس ببرم مدرسه دیگه. برش گردو. نخواستی مثلا لش میکنی با من؟ چیه؟ چی شده باز؟ چی میخوای تو؟ چه نگاه میکنی؟ چیه؟ ببرش اون بر بودو منو بکشد دستی تو راحت شد. چی شد بابا پس نمیخواید بریم؟ ما اصلمون کردی بگو بیاد دیگه. اومد. سمشه خانم سن بفهم. آروم داره بغل صندلی بغلش.
بفهم احرامش رو زدم. خانم شیرین ببخشید پشتم به شما سان. بچه ها اشکایی نداره این دور برو پیادتون کنم تا دم 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 مدرسه نرم؟ آخه میدونید یه قراری دارم باید زود برسم. واقعیتش خیلی دیرم شده، یعنی اگه ببرم تو دم مدرسه ها بپیچم توی کوچه باید از اون ور در میام، این بخاطر یه تیکه راه باید یه دور قمری بزنم، اون وقتی که خیلی خیلی دیرم میشه. ببخشید من واقعا عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، اصلا به من چه مادرمه؟ مگه من شوفر اینا؟ یه میای آدم رو صدا میکنی این ساعت اینا رو ببر مدرسه، خب شاید همون ساعت خودم قرار داشته باشم. اصلا مادر من کار خوبی کردم بابا، یه خود پیاده برن پاشون واشه، اون سنده پیاده روی کسی رو نکشه تا حالا که. بابا من معتادم، الهی یا منو ترک بده یا منو مرگ بده. خدایا خدایا این بلای خانم آنسوز خودت از جون من بکش بیرون که صبح خواب بیدار شدم ببینم طیب و طاهرم. خدایا من دیگه طاقت خماری ندارم. امیدوارم هم شما هم من تو امتحان قبول شید تا بتونید خدمتی کرده باشید. ببینید ببینید این برگه یه بچه هست، برگه دیکتشه که نمرش تک شده، از دفترچهش کنده بود، ازش قایم کرده بود توی پایه میز. چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید درس نخونن؟ چرا باید بترسن از اینکه نمرش رو کم میشه؟ اصلا نباید نمرش رو کم بشه که بخوام بترسم. حالا اگه قبول شدیم و به عنوان معلم قبولمون کردن، شما باید بعد از اون را توی باغ یه سری از مشکلاتی که من دارم بهم یاد بدید. عموی شما کی میاد دنبال ما؟ یعنی اصلا میاد یه ساعت دیگه؟ من واقعا شرمندم که ما رو تو دم در مدرسه نرسون. یه ساعت دیگه که قرار بیاد میاد؟ میاد؟ بله بله میاد. مطمئنید میاد یا همینطوری میگی؟ همینطوری میگم. اصلا نمیدونم. اب نره خواهی که نیومد، من یه دربست یا تاکسی میگیرم براتون میرسونم. خیلی ممنون. من بعد امتحان میمونم مدرسه تو اتاق عمه شما. صبر میکنم بابام با مینیبوس بیاد دنبالم. شما هر جوری دوست دارین خودتون برین. عموتون اومد با اون برین، نیومدم هر جوری سلام میدونی. فقط رسیدید باغ لطف کنین به مامانم بگین بابام بفرسته دنبالم. بابام کی دیگه؟ اصلا خبری خیلی جدیه. خب حالا من به عنوان یه دانش آموز، شما به عنوان یه آموزگار،
درس رو به زاغ رو برای من بگید ببینم. خب البته شما که استادین. نه بفرمایید. خب من ترجیح میدم اول داستانش رو برای بچه ها تعریف کنم. بچه ها یه روباهی بود، سر راهش میرسه به یه زاغی. این زاغی یه قالب پنیری به دهنش بوده. بعد این تصمیم میگیره بگیره این پنیره رو، شروع میکنه از زاغه تعریف کردن که بربه تو چقدر زیبایی، چه پروبال سیاهی داری ما. بعد بهش میگه که فقط یه چیزی کم داری، اگه آواز خوشی هم داشته باشی بتونی خوب آواز بخونی، همه چیز تکمیل. حالا خود شعر میتونی برای من بخونی؟ بله حتما. زاغکی قالب پنیری دید، به دهن برگرفت و زود پرید. بر درختی نشست در راهی، که از آن میگذشت روباهی. روباه پرفریب و حیلت ساز، رفت پای درخت کرد آواز. خوبه، خیلی خوبه. پرفریب؟ حیلتگر، کسی که دیگران رو گول میزنه. حیلت ساز؟ حق باز، کسی که دیگران رو بسیار گول میزنه. خوبه، خیلی خوبه، در خدمتون هستی. مرسی، ممنونم، ببخشید. درسته که عادت سلام و خدافظی تشکر ندارم. سلام. سلام، بفرمید. دست درد نکنه با این دختر خانمی که معرفی کردی. تا از مرکز آموزگار بیاد خیالم راحته. آقا فضل، تا از ما رو شروع کنی دیگه. حجت جان. بله آقا. عزیزم بابا، این پاره است، این با دوخته بشه. فردا میخوان خانواده تو زندگی کنه. آقا جون، واسم هست. دست درد نکنه، دست درد نکنه. آقا از من امتحان میگیری؟ دیگه نمیخواد. یعنی شو؟ یعنی همین یه نفر بس بود؟ نه خیر، قبل از شما یه نفر دیگه اومد که خیلی خوب بود. تو میشناسیش، دختر عمتو میگم. خیلی عالیه. چون قبلا تو تهران سابقه تدریس داشته. ببین، اگه بخوای کمک کنی فردا صبح زود بیا، با هم کمک کنیم تا این کلاس آماده کنیم. البته معرفی اون دکتر خانم خیلی کمک خوبی بود. خوبه آقا، خوبه، خیلی خوبه. این چادر هم بنزین بالا آقا، این حتما با دوخته میشه. خواهد به حد بنزین بالا. این دوزه آقا میلایدی میکشم. آره، دست درد نکنه. رفتیم اینا رو به مدیر معرفی کرد که زیرا به منو بزنه. آقا مگه تو معلمی میخوای بچه به مردم درس بدی؟ به خدا اشتباه کردم از اول بهت گفتم. در هر صورت حتی اگه درس دادنم بلد باشی، مینا از تو بلدتره. به قرآن دلم به حال دانش آموزای کلاس اول سوخت. گفتم اگه تو بخوای به اونا درس بدی، ببین چه آینده‌ای در انتظارشونه. یعنی از پایه کارشون خراب. بابا آخه تو اصلا منو چرت میشی؟ ها عجب گیری دادا. سلام عمه، فهمیدی امروز مینای ما شده معلم آموزش و پرورش؟ گفتم بهت ما اینجا با همه خیلی دوستیم. برو برو به عمه احترامت بگو، بدون ما آب راکت نیستیم. ما استعداد جوشیدن با دیگران رو داریم. نه نگو، ولش کن. نه بابا، نه که بخوام کسی رو کوچیک کنم، خدای نکرده. نه میخوام بگم که بدون مام انسان هستیم. ما استعداد جوشیدن با دیگران رو داریم. بس میگه ما استعداد جوشیدن با دیگران رو داریم. ببخشید شیخ خانم اونجا؟ بله بفرمه. اونم معلم شده. یه کلاس دست شیرینه، یه کلاس دست مینای ما. حالا چی کارشون داری؟ دارن راجع به مسائل کاریشون با هم دیگه بحث میکنن. آره من خودم یه سری جلوه دارم، اون جلوه خیلی کمک میکنه که چطور درس بدم. فقط میخواستم برم ازشون خدافزی کنید که بدم من رفتم. خدافز.
شانسی. عباس آقا وایسا، عباس آقا نگه دار دمت گرم. چطور عباس آقا؟ عباس آقا اینا رو برای چی آوردی؟ این دستگاه جوشه. بیا با اون آهنا رو آوردم برای اون فکر قشنگه که یه پنجره خوشگل برای اون سوراخ درست کنم که از این بعد طبیعت از پشت اون پنجره ببینید. عباس آقا واقعا خوششانسی آوردم دیدمتون. حالا دیگه نیست چی خانوم میارین، همین که منم باهاتون میام. دیگه پام جون ندارم. شیری معلم شو. ایوالله. عباس آقا من میرم یه سلام علیک با عمو بکنم، شیر خانمو صدا میکنم بیاد. سلام. کجا بودی تو الان؟ سر رو بکه اصلی رو عبیره تو شدن. اما با خدا فکرم دیگه نمیعقب. چرا دیگه همچی فکر کردی تو؟ من این قرار نبود بیام دنبال تو. مگه مادر بزرگ جلو خودت به من نگفت ببرشون ببرشون دار بیارشون؟ گیجی عاشقی ها؟ سوار شو بریم این بابا. اما من یه لحظه من دختر راننده بینوسته صدا کنم بیا. واسه تو باباشون هاش تو مینی بوس میره صداش میکنه دیگه. مگه تا گماشته و نوکرشونی که تو بری صداش کنی؟ یالا میری سفارش میکنی معلم شه، آنتن تلویزیون میگیری براش. تو چیکار به این کارا داری؟ همون زندگی تو بکن، یه صاحباشو بریم این بابا. تو را دیدم در از این اتاقک های سفرهای دوردراز آمریکامی از اونا بست بود بهش و چند تا عکس و نقاشی توشون خیلی خوب کشتن نقاشی شد و یه مردم توشون و حال نصف بیشتر ماهاش چیز شده بود بیخته بود. Bien, merci.
احترام خانم نمی اومد بچه اینقدی داشته باشه. نگاه با این سن و سالش چی جشنی هم گرفته بس خودش. چی جشن سروری. آره امیر گفت یکی رو تو راه دیده که کچله، نگو اینو میگفته. مثل که به جه سوغاتی هم با خودش موز آورد. آره. اسمش چی بود؟ همایون. از کجا اومده؟ United States of America USA. آمریکا. حالا اینو بیاید بچه بچه نیم باری کرده سنده او 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 چیه؟ در واقع باز میکنی؟ چرا در واقع باز میکنی؟ باز میکنی؟ گفت